روزی امیرالمومنین بالای منبر داشت خطبه میخواند، صحبت میفرمود، دیدم یه سری از مردم پراکنده شدن، به سر هم افتادن، گویا که سیلی اومده، چی اومده، جیغ و داغ و هوا و مجلس امیرالمومنین رو به هم زد. آقا امیرالمومنین فرمودن چه خبر است؟ چه شده؟ گفت یا علی، اژدهایی وارد مسجد شده است، هر چی بهش نیزه میزنیم، هر چی تیرکمون میزنیم، هر کاری بکنیم، این همین دور سینه کشان داره میاد تو. آقا همون دست بهش نزنیم، بذار بیاد تو. مردم همه پراکنده شدن، به کنار دیوار و ستون اژدها وارد شد. وقتی که اومد وارد مسجد شد، همینجور سینه کشان میخزید، اومد بالای منبر، در گوش امیرالمومنین در حدود مثلا 5-6 دقیقه 10 دقیقه اژدها چیزی میگفت در گوش آقا، آقا سرش رو تکون میداد. بعد آقا یه سری راهنمایی کرد، ایشون باز راه طرف، مردم حیرت زده ترسان خدمت امیرالمومنین است، نه آقا این تو رو نخور، کی بود؟ نترسیدی؟ گفت نه. گفت کی بود؟ گفت مالکه بوده درجام، نماینده من در بین جنیان، مشکلی بود بین یه زن و شوهر، اومد این مشکل رو برای من گفت، من دستور رو عمل دادم که اینجوری بکنم، اونجوری بکنم، رفت. اژدهایی از توی کاخ سفید آمده و خودش رسونده به حضرت علی و گفته که رو دومش ایستاده، بعد گفته که من پدرم نماینده شما در میان جن و پری بوده، فوت کردن، حالا من بشم؟ شما چرا نشیم؟ و موضوعی که اینا رو با حرارت میگن و بعد سوالی که با پول مردم از تلویزیون پخش میشه، ولی سوالی که اینجا مطرحه وجود این حیوانات نیست، چون اینا تازگی ندارن. اینا همیشه هستن، این سوسک‌ها همیشه بودن. موضوع اینی که چرا یک جامعه میاد و اجازه میده که این سوسک‌ها بریزن و خونش رو تسخیر کنن، این مهمه.